مصاحبه جدید و جنجالی از پرسش و پاسخ جدید گوگوش منتشر شد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. لحظاتی پیش یک مصاحبه جنجالی و جدید به اسم پرسش و پاسخ از خانم گوگوش در فضای مجازی منتشر شد. خانم گوگوش در این مصاحبه هیجانی و جنجالی به پرسش و پاسخ‌هایی از طرفداران خودشون برای اولین بار پاسخ جنجالی دادند. این پرسش و پاسخ برای اولین بار بود که از سوی طرفداران جوان خانم گوگوش از اسطوره و شاهماهی موسیقی کشورمون پرسیده می شد و خانم گوگوش سعی کرد به قسمتی از این پرسش ها پاسخ بده. البته در پشت صحنه عوامل دست‌اندرکار و تهیه کننده این برنامه و پرسش و پاسخ، یکی از اعضای مافیای جنجالی رها اعتمادی به نام ندا سعیدی، همسر بابک سعیدی، آهنگ ساز و نوازنده کنسرت های خانم گوگوش بود و در واقع قرار بود در این پرسش و پاسخ به یک سری از مسائل خصوصی و ناگفته های خانم گوگوش از جانب او پاسخ داده بشه، اما قسمت اعظمی از این سوال های طرفداران خانم گوگوش سانسور شد و در نهایت با مدیریت و برنامه ریزی و دخالت رها اعتمادی و ندا سعیدی یک سری از سوالات معمولی رو خانم گوگوش اجازه داشت که جواب بده. در قسمتی از این تصاویری که از طرفداران جوان خانم گوگوش منتشر شد و سوالهای خودشون رو پرسیده بودن، یکی از سوالات و اولین سوال در واقع این بود که خانم گوگوش، شما چطور معرفی شدید؟ آیا تلاشی برای مشهور شدن خودتون کردید یا نه؟ خانم گوگوش در پاسخ گفت: من وقتی که 3 سالم بود دیگه همه منو میشناختن، چون اکثرا در اقصانوقات ایران من برنامه های مختلف داشتم و اصلا بدون این که تلاشی بکنم مشهور شدم و دیگه همه لطف داشتم به من و من شناخته شده بودم. و در قسمت بعدی سوال بعدی از خانم گوگوش شد مبنی بر این که خانم گوگوش، شما بیشتر کدوم آهنگتون رو دوست دارید در یکی از محله های ایران یا در شهرهای ایران اجرا بکنید؟ و خانم گوگوش در پاسخ گفت: من دوست دارم آهنگ 2 پنجره رو در تهران اجرا بکنم و بخونم. پس سومین سوالی که از گوگوش پرسیده شده بود این بود که گوگوش، دوست داشتی به جای کدام هنرمند باشی؟ و خانم گوگوش در پاسخ گفت: خیلی دوست داشتم که جای هایده بشم. و آهنگایی که از گوگوش پرسیدن که کدوم آهنگای خواننده ها رو دوست داشتی که بخونی، خانم گوگوش در پاسخ جواب دادن: آهنگ مرجان و ناهید رو، یکی از آهنگای هر کدوم از این خواننده ها رو دوست داشتم که بخونم و مرجان هم سلولی من در زندان بود و وقتی که با هم بودیم آهنگ مورد علاقم رو یواشکی برام میخوند. و همچنین یکی از سوالهای جنجالی که از گوگوش پرسیده شد این بود که جاده چالوس شما رو یاد چه صحنه‌ای و چه اتفاقات و چه خاطراتی میندازه؟ و گوگوش گفت: معلومه، فیلم همسفر، چون من از بچگی در این جاده رفت و آمد داشتم و برای من سرشار از روزهای خوش زندگی هست، مخصوصا فیلم همسفر. و در سوال بعدی که از خانم گوگوش پرسیده شد و خانم گوگوش بغض کرد و گریه کرد و مجبور به قطع چند دقیقه‌ای برنامه و این پرسش و پاسخ شد، سوال عجیبی بود. سوالی از خانم گوگوش که خانم گوگوش رو بار دیگر عزادار کرد و این سوال این بود که: گوگوش، اگر یک صندوقچه ای از خاطرات رو به شما می دادن و اگر شما می تونستید این در این صندوقچه رو باز بکنید و هر آن چیزی رو که می خواستید زنده کنید یا بردارید، دوست داشتید درون اون صندوقچه چه کسی یا
چه خاطراتی باشه که شما بتونید احیاش بکنید. و گوگوش با بغض و گریه گفت: اگر این صندوقچه رو داشتم و این شانس رو داشتم که یکی دیگر رو بتونم به این دنیا برگردونم، قطعا اون برادر عزیزم فریدون جانم بود. فریدون برادر من برام بسیار مهم بود و این روزها به حضورش خیلی نیاز دارم و دوست داشتم که الان کنارم بود و همدمم بود و همدلم بود. من و فریدون علاوه بر این که خواهر و برادر بودیم، با همدیگه رفیقم بودیم و از دست دادن او برای من غم بسیار بزرگی هستش. و در اینجا بود که خانم گوگوش نتونست خودش رو کنترل بکنه و گریه کرد. در لحظاتی این جلسه پرسش و پاسخ کات شد و دوباره به جایگاه خودشون به صندلی برگشتن خانم گوگوش. و جالبه بدونید که درسته که برادر ایشون آقای فریدون که یکی از محبوب ترین برادرای گوگوش برای او بوده از دست رفته، ولی فرزند ایشون یعنی کامبیز قربانی که در قید حیات هستن، خانم گوگوش میتونند از فرزندشون به عنوان دوست و همراه و همدل خودشون در کنار خودشون لحظات و خاطرات خیلی خوبی رو برای نواهاشون و برای پسرشون به جا بذارن و میتونند همدل و همراه پسرشون و نواهاشون بشن. اما متاسفانه خودشون دارن این فرصت رو از پسرشون و نواهاشون میگیرن، چرا که کاری رو که خانم گوگوش با پسرش و نواهاش کرده تقریبا هیچ مادری نمیکنه. اما متاسفانه گفته شده که خانم گوگوش درهای محبتش رو کاملا به روی پسرش مخصوصا بسته و میخواد ازش برای همیشه دور باشه. اما چرا؟ پاسخ این سوالات و قسمتی از این پرسش و پاسخ رو در قسمت جدیدی و ویدیوی مجزا برای شما عزیزان تهیه خواهیم کرد. و برای این کار شما لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید، روی زنگوله کناریشم کلیک بکنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی رو برای شما عزیزان تهیه کردیم، شما جز اولین نفرهایی باشید که از اخبار و حواشی خانم گوگوش و سایر هنرمندان مطلع میشید. و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا، نیوز تیوی و فکت نیوز رو به صورت انگلیسی یا فینگلیش سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. و لطفاً و حتماً لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.